وایبرنس چیه؟ سچوریشن چیه؟ من تصویر ویوپورت رو بهتون نشون میدم توی برنامه 3D Max و اینم رندر که میریم سراغ رندر. این اجاستمنت وایبرنس که مجدد به همراه یک ماسک اعمال میشه روی لایه زیریش و یا لایه های زیری. اگر بخوایم فقط روی اون لایه هر اجاستمنتی کار کنه، کافیه که این دکمه رو بزنیم و یا اینکه آلت رو بگیریم، بین این دوتا وایسیم با موس یه همچی علامتی میاد، میتونیم کلیک بکنیم. اوکی، وایبرنس، ساتوریشن. ساتوریشن غلظت رنگه، شدت رنگه، یعنی پررنگی و کمرنگیه یا بدون رنگه یا نهایت رنگ رو داره. این موارد رو ما میتونیم با ساتوریشن اعمال کنیم. هرچقدر ما ساتوریشن رو افزایش بدیم، شدت رنگ ها افزایش پیدا میکنه، غلظتشون زیاد میشه، و هرچقدر کم میکنیم، رنگ ها از اون کاسته میشه، جوری که به طیف خاکستری و سیاه و سفید میگشه. الان هیچ رنگی وجود نداره، سیاه، سفید و انواع خاکستریه. ساتوریشن رو تا ته میبرم بالا، میبینیم که تمامی رنگ ها رو به یک اندازه و یا به یک میزان غلظتشون رو زیاد میکنه و یا همه رو کم میکنه. اوکی؟ پس برای پررنگ کردن و کمرنگ کردن استفاده میکنیم. از وایبرنس هم همینطور برای پررنگ کردن و کمرنگ کردن استفاده میکنیم، با این تفاوت که وایبرنس رو ببینید، من الان افزایش میدم، اونقدر شدت رنگ تغییر نمیکنه که توی با ساتوریشن میومد تغییر میکرد. من برمیگردونم، ببینید وایبرنس رو من تا ته کم میکنم، تصویر همچنان رنگ رو برای خودش داره. پس سیاه و سفید نمیشه و یا بگیم صرفا فقط خاکستر، رنگ توش میمونه، اما ساتوریشن نه، کلا رنگ رو از بین میبره و تمامی رنگ ها رو افزایش میده. بهتره که زیاد با ساتوریشن کار نشه، چون وقتی افزایش پیدا میکنی شدت رنگ ها بیش از حد تغییر میکنن و کار رو ممکنه مصنوعی جلوه بده و یه جورایی کارتونی بشه. پیشنهاد میشه همیشه از وایبرنس استفاده بکنید. فرقشه وایبرنس رو وقتی من افزایش میدم، دقت کنید اون تفاوتی که توی دیوارها ما داریم میبینیم توی این قسمت از عکس ما نداریم. بذارید من اینو بکشم بیارمش اینجا که بهتر ببینید. اینجا ببینید وایبرنس رو که من تغییر میدم، اون تفاوتی که توی دیوارها داره به وجود میاد خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که توی این کاناپه و کل این پارچه و غیره میفته. چرا؟ چون وایبرنس میگه نواحی که کمرنگ هستن رو بیشتر تغییر بده نسبت به نواحی که پررنگ هستن. اما ساتوریشن میگه کاری نداشته باش کجاها کمرنگ تره و کجا پررنگ تره، همه رو به یک میزان افزایش بده و کاهش بده. بنابراین وایبرنس میگه نه، نواحی که کمرنگ تر هستن رو وقتی من دارم افزایش میدم، نسبت به نواحی که پررنگ تر هستن بیشتر افزایش بده، یه جوره اختلافشون رو با هم کمتر بکن. و بالعکس وقتی کم میکنیم همینطور میگیم بیشتر تأثیر بذاره. پس یه وجه اختلافی بین این دوتا وجود داره، اونم این که وقتی از ساتوریشن استفاده میکنیم، مناطق کمرنگ و پررنگ به یک میزان افزایش و یک کاهش پیدا میکنن، اما توی وایبرنس نواحی کمرنگتر تغییراتشون نسبت به نواحی پررنگتر خیلی بیشتره. اگر تصویر شما خیلی کارتونی است و خیلی پررنگی، میتونید به کمک وایبرنس و ساتوریشن اون رو کنترل بکنید. اجاستمنت خیلی خوبی هستش که معمولا من شخصا خودم از وایبرنس استفاده میکنم و میزان رنگی که توی صحنه هست رو کنترل میکنم و پررنگتر رو کمرنگتر میکنم. هرچند شما میتونید ترکیبی هم کار بکنید با هر جفتش، این کار رو انجام بدید که معمولا کار رو سخت میکنه. پیشنهاد میشه از یکیش بخواید این استفاده رو ببرید. البته ما اینجا میتونیم تأثیر ماس رو هم داشته باشیم. ببینید من افزایش میدم وایبرنس رو، ولی اگر دقت بکنید اون تفاوتی که اینجا هست توی این نیستش، ولی من میخوام کلن همین یک سری تأثیرم که روی این بخش داره رو از بین ببرم. بنابراین میام با براش مشکی روی ماسک میستم و این نواحی رو مشکی میکنم.
خب دقت بکنید، این نواحی رو من گفتم مشکی بشه توی ماسک، بنابراین فقط توی نواحی سفید این وایبرانس تاثیر میزنه. اگر من بیام دوباره مجدد برم روی تنظیمات وایبرانس کم و زیاد بکنم، میبینیم که فقط دارم رنگ دیوارها رو کنترل میکنم. این ماسک روی همه این ابزارها هست و انشالله با تمرینایی که تا به حال انجام دادید قشنگ درکش میکنید که چه کمک بزرگی میکنید توی کارهای ما.